سلام دوستان امیدوارم حال دلتون عالی باشه ویدیوی امروز خبرچین در مورد حقایق زندگی جمیله حواشی زندگیش و سر که انجام داده پس برای دیدن این ویدیو با خبرچین همراه باشید جمیله با نام اصلی فاطمه صادقی در سال 1325 در تهران متولد شد از یه خانواده هنرمندی برخواسته بود چرا که پدرش در کافه ها و کابره های پایتخت مشغول به فعالیت بود. از سال 1331 که پدر و مادر از هم جدا شدن، هزانت دختر را پدر بر عهده میگیره. جمیله با پدر خودش زندگی میکرد و این قضیه باعث شد که هر کجا پدر به سر میبره، در کافه ها و کاباره ها دخترم هم همونجا کنارش باشه. این حضور مستمر دختر در کنار پدر و آشنا شدنش با صحنه باعث میشه که ترس جمیله از صحنه بریزه و جمیله با فراق بار روی صحنه قرار بگیره. خود خانم جمیله تعریف میکنه که زمانی که دختر خورسالی بوده، زمانی که رقصنده ها روی صحنه حضور پیدا میکردند و میرقصیدن، اونم با, با اونا روی صحنه قرار میگیره و سعی میکرده هنر خودش رو یه جوری به نمایش بگذاره. خانم جمیله تعریف میکنه میگه وقتی روی صحنه قرار میگرفتم به قدر میوه برای من پرت میکردن که من همونجا بر میداشتم و همونجوری که تکون میخوردم و میرخصیدم میوه ها رو میخوردم. پدرم با این قضیه خیلی مشکل داشت. میگفت لاقل اجازه بده وقتی از صحنه پایین اومدی تو پشت صحنه میوه ها رو بخور. این کار رو من هر روز تکرار میکردم. با توجه به شرایط اون زمان که توجه به تحصیلات دختر نمیکردن ایشون هم از این قاعده مستثنا نبودن. خانم جمیله تحصیلاتی نداشت. پدر ایشون بیشتر به فکر این بود که این دختر میتونه کمکی به درآمدزایی خانواده داشته باشه. که میشه گفت از این حیث کودکی خانم جمیله و خانم گوگوش خیلی به هم نزدیک بوده. حدود سال 1337-38 جمیله به اتفاق پدرش تو سن 13 سالگی به شهرهای مختلفی میره و برنامه هایی رو اجرا میکنه. آخرین برنامهشون تو اسفهان برگزار میشه. در اسفهان جوی پیش میره که یکی از هنرمندان تاعت و روحوزی که هنرمند قابلی هم بوده به اسم جواد رفیعی در سن 14 سالگی جمیله از اون خواستگاری میکنه و باهاش ازدواج میکنه. در زمانی که جمیله 14 سالش بوده و آقای جواد رفیعی 24 سالش بعد از ازدواج جمیله با آقای جواد رفی به تهران میان در تهران به تئاتر جامعه باربرد میرن اونجا جمیله فعالیتش را گسترده تر میکنه. به گفته خود ایشون نام جمیله رو آقای رفیعی براشون انتخاب میکنه و از اون زمان به بعد همه به اسم جمیله میشناسنش. در ادامه حضورش در تئاترهای پایتخت به خصوص جامع بار خانم جمیله کارش را به عنوان یک رقصنده در کاباره شکوف نو و کاباره شمشاد ادامه میده. کاباره شمشاد که بعدها به نام مولان تغییر نام میده متعلق به محمد کریم ارباب که یکی از شاخصترین کاباردارهای اون زمان بوده جواد رفی در کاباره شکوف نو به عنوان جاسیست فعالیت میکنه و همسر خودش که یه دختر 14-15 ساله بیش نبوده به عنوان همکار با کافه میاره البته باید گفت که جمیله جز مدد رقصنده هایی بوده که قبول میکرده با لباس عربی به روی صحنه بیاد از سالهای 1342 جمیله به عنوان بازیگر وارد عرصه سینما میشه که در ابتدا جمیله به عنوان رقصنده در فیلم ها بازی میکرد. بعد از اون میتونه نقشهایی رو بگیره و شخصیت پردازی بکنه و به عنوان بازیگر اصلی ایفای نقش بکنه. در سال 1341 که اولین دختر خانم جمیله متولد میشه که حاصل ازدواجش با آقای جواد رفیعی بوده. بین این زوج در گیری های شکل میگیره که بیشتر در مورد فعالیت های خانم جمیله بوده که آقای رفیعی نمیپسندیده که فعالیتش رو بیشتر بکنه و گسترده تر بکنه. که مشکلات باعث میشه که خانم جمیله و جواد رفیعی تصمیم بگیرن که از هم جدا بشن. یه جمیله و جواد رفیعی میشه گفت یک نتیجه مطلوب برای خانم جمیله داشت چون از اونجایی که خانم جمیله داشت در کاباره شکوفه نو فعالیت میکرد بعد از چند ماهی که از جواد رفیعی جدا شده بود محمد کریم ارباب تصمیم میگیره که از اون خواستگاری بکنه و باهاش ازدواج بکنه فرزند اول خانم جمیله که یک دختر خانمی بود به اسم دلیله که متولد 1341 بود از ابتدای تولدش محمد کریم ارباب و به عنوان یه پدر و یه سرپرست میدونست چون طبق قولی که محمد کریم ارباب به جمیله داده بود سعی میکرد که مثل دختر خودش باهاش رفتار بکنه بعد از اینکه جمیله و ارباب با هم ازدواج کردن یه فرزند دیگه به دنیا اومد به اسم آزیتا که متولد 1342 بود یعنی فاصله سنی دو خواهر نزدیک به یک سال بود که خانواده شکل دیگه به خودش میگیره. طبق صحبت خانم جمیله در یک دوره شبی پنجا هزار تومن درآمد داشتن که این درآمد در اون زمان درآمد نجومی محسوب می شده. که این درآمد ماحصل کار کردن در چند کاباره در اون زمان بوده. البته ایشون یک تاز میدان رقص هم در اون دوره بودن و مبالغی که بهشون پرداخت می شده مبالغ بالایی بوده. از سال 1341 تا 1342 به بعد محمد کریم ارباب جز افرادی بود که ضمن داشتن کاباره سینما، پانسیون و مرکز تهیه و تولید پخش فیلم هم داشت و دقیق تر بخوام بگم مالک سه تا کاباره، هفت تا سینما، یه پانسیون و دو تا استودیو تهیه و پخش فیلم بود. محمد کریم ارباب در همه ژانرهای هنری دستی بر آتش داشت و به شدت هم قوی کار میکرد. ایشون اولین فیلمی که تهیه کنندگی شو کرد فیلمی به نام گدایان تهران بود که با بازی فردین و بسیاری از اسطوره های سینمای ایران مثل شهلای ریاهی پرفروش شد و آخرین فیلمی که ایشون تهیه کنندگیشو انجام داد مربوط میشه به سال 1351 و فیلم فرشته نجات محمد کریم ارباب متولد سال 1308 بود و چیزی در حدود 17 سال با خانم جمیله اختلاف سنی داشت اما جمیله معتقد بود که خواستگاری محمد کریم ارباب به خاطر هنر رقصی که داشت نبود بلکه به خاطر عشق و علاقه شخصی که به خانم جمیله داشت از ایشون خواستگاری کرد که البته ایشون منکر این نبود که نگاه تجاری هم به هنر خانم جمیله هم دخیل به این انتخاب بوده ایشون در مورد انتخاب محمد کریم ارباب میگه در سن 17 سالگی با یه فرزند بیشتر به دنبال یه سرپناهی یا یه سرپرستی بودم که بچه‌م تو رفاه باشه و به هنرم هم بتونم بپردازم و خب محمد کریم ارباب بهترین گزینه برام بود که به آرزوهام برسم در تاریخ یک آبان 1351 در یکی از روزها آقای محمد کریم ارباب که به خونه میان که استراحت کنن ایشون در خواب سکته میکنن و از دنیا میرن که جمیله در خونه بوده و این صحنه ها رو از نزدیک میبینه و برای جمیله خیلی دردناک بوده جالبه بدونید که جمیله تا دو روز بعد از مرگ محمد کریم ارباب اجازه به دفن اون نمیده و امیدوار بوده که شاید به علت ایست قلبی که داشته علم پزشکی به کار بیاد و بتونن اونو احیا کنن که نهایتا بعد از دو روز محمد کریم رو به خاک میسپارن حالا جمیله مواجه میشه با یه غم جانکاه و رسیدگی به اون همه مال و یملکی که محمد کریم ارباب از خودش به جا میذاره و همینطور روبرو شدن با زن قبلی محمد کریم ارباب که قبل از جمیله با ایشون ازدواج کرده بوده و جمیله همسر دوم محمد کریم ارباب بوده از اون و خانواده همسر اول به اتفاق فرزندانش مساله هایی را به حوزه رسیدگی به کارا و املاک محمد کریم ارباب برای خانم جمیله ایجاد می و درگیری هایی که بین جمیله و همسر اول محمد کریم ارباب به وجود میاد. جمیله بعد از مرگ همسرش بیشتر به سمت بازی در فیلم ها میره که بتونه دریافتی بیشتری داشته باشه و به واسطه بازی در فیلم ها بودن در کاباره از نظر مالی به جای خوبی رسیده بود. جوری که میگفتن خونه ایشون در مجاورت منزل آقای هویدا بود و شرایط اقتصادی جمیله شرایط بسیار مناسبی بود تا اینکه در سالهای 1354 که اوج کارهاشون بود نمیخواست فرزندانش رو به دست کارگرها و ندیمه ها و یا پرستار بسپاره تصمیم میگیره برای تربیت دو فرزندش اونا رو به انگلستان بفرسته و در پانسیونی بذاره که هم شرایط تحصیلی و تربیتشون شکل بگیره از سال 55 تا 57 همکاری با برنامه رنگارنگ داشته. با شروع انقلاب ایران، جمیل با یه سرمایه عظیم ایران رو ترک میکنه. اما به دلیل اعتمادی که به آدمای دور اطرافش کرده بوده و امانتداران خوبی نبودن، بخشی از سرمایه‌اش رو از تلف میکنن و از بین میبرن و یا در حسابهای بانکی به اسم خودشون ذخیره میکنن. و از اونجایی که بین جمیله و این افراد سندی رد و بدل نشده بود، قابل استناد و دفاع نبود. و بخش عظیمی از سرمایه جمیله بر اساس این اعتماد بی اساس از دست میره. جمیله به آمریکا میره و در کابار تهران به فعالیت میپردازه. جمیله در جنگهای نوروزی شبکه جامع جمع و شبکه تنین به فعالیت میپردازه. سعی میکرده که هنر خودشو حفظ بکنه تا زندگی رو در رفاه بهتری بگذرونه. گفته میشه که پسر فرزین ادعا داشته که پدرش وقتی در دهه 60 میخواسته به امریکا بره مجبور شده اقامت خودش رو در امریکا تثبیت بکنه با خانم جمیله ازدواج میکنه و این ازدواج هم مدتی ادامه داشته جمیله و فرزین با هم بودن تا اینکه همسر آقای فرزین متوجه این اتفاق میشه شکایت میکنه و اقامت فرزین در آمریکا ملقا میکنند و دیپورت میشن و به آلمان نقل مکان میکنند جمیله در تمام این سالها خاص با هنر خودش با رقص خودش مردم رو شاد بکنه. حتی وقتی در سال 1397 تصویری از خانم جمیله در یکی از های آمریکا منتشر میشه آقای پرویز پرستویی پستی از ایشون منتشر میکنه و میگه چرا باید یه هنرمندی در دورانی در کشور خودش بوده و در سینما حضور داشته چرا باید با همچین شرایطی در قربت زندگی بکنه یه بانوی 70 75 ساله چه خسارتی میتونه به یه جامعه یا ساختار سیاسی بزنه چرا نباید نتونه برگرده به کشورش و در کشور سالهای پایانی عمرش رو بگذرونه بعد از پخش اون تصاویر و صحبت های پرویز پرستوی خانم جمیله مرتب و آرایش کرده تر میاد جلوی دوربین و از صحت و سلامتی خودش میگه و اینکه دختر و نوه هاش در کنارشن و زندگی پر از آرامشی و در این سالها دارن سپری میکنن خب دوستان اینم از زندگی پر از رفاه ولی با چالش های فرابون خانم جمیله نظرتون در مورد این هنرمند چیه؟ با آرزوی سلامتی برای ایشان تا خبری از خبرچین بدرود